سلام بچه ها، خیلی خیلی خوش اومدیم به ویدیو جدید. من آرتین سیبیزت هستم. یادتون باشه حتما و حتما دکمه سابسکرایب بزنید، کامنت بالا مثلا بزنید. یادتون باشه حتما پیج اینستاگرام فالو کنید، اسمش همون آرتین سیبیزت، بدون فاصله و نقطه، بدون چیزی، فقط بزنید آرتین سیبیزت. بچه ها رسیدیم به 25,000 ویو، خیلی زیاده. 25,000 ویو، یعنی مثلا من الان چه الان 5 ماه زدمه شد، یعنی تقریبا توی هر ماه 5,000 ویو، خیلی زیاده. تازه شد مثلا تو بعضی ماه بیشتر هم شده مثلا، ولی خب تو بعضی ماه هم مثلا شده کمتر از 5,000 ویو برسه، اما خب بالاخره الان 25,300 و فکرم 40 تایم از ویو ها منظورم، نه سابسکرایب همون، چون خیلی ویدیو زیاد درست میکنم خب مطمئنم باید بیشتر ویو بگیرم تا بتونم مثلا به 1,000 تا ساب برسم. به نظر خودم من دقیقا روز عید، یعنی روز عید من شب به چنل زدم و 10 تا ویدیو درست کردم. روز اول، روز دوم هم 10 تا، روز سوم هم 10 تا، یعنی روز چهارم من 30 تا ویدیو داشتم. پس من یک فروردین فکر کنم بود، نه یک عید که فروردین دیگه، درسته؟ خب آقا دقیقا روز عید من چنل زدم و اولین ویدیو رو روز عید دابل کردم. فکر کنم چنلم قدیمی تر، اما خب فکر کنم همون موقع، یعنی عید امسال فکر کنم چنلم به دمت بسته موقع، چون خیلی میبینید فکر کنم تا اون موقع هزار و بیشتر از 1,000 تا ویدیو مطمئنم داریم، یعنی مطمئنم، چون خیلی تلاش میکنم مثلا روزی حداقل 2 تا ویدیو رو میذارم. بعضی موقع ایده هم نیست کلا یه ویدیو میذارم و آره، اما خب خیلی کم پیش میاد که مثلا من که خیلی پرکارم روزی یه ویدیو بذارم. میتونم شما خیلی دیگه خسته شدید از بس که من ویدیو درست میکنم، اما خب یه طرفدار واقعی اصلا بعدش نمیاد، کسی که دوستش داره مثلا ویدیو رو زیاد درست کنه. حالا مثلا بخوام مثلا تو چیزای دیگه هم مثال بزنم، خب مثلا یه خواننده هست و دوستش داری و دوست داری بیشتر آهنگ بده بیرون، و منم هم یه جوری همون جوری هم، اما خب بعضی ها بهم فوش میدن، باور کنید سر همی که انقدر پرکارم بهم فوش میدن، جالبی نباستم انقدر فوش گرفتم. و فوش و دلیلش چی بود؟ این که من پرکارم. حتی خیلی از کامنت های فوش هم گرفتم دلیلش پرکار بودن نبود، دلیلش چیزایی بود که اصلا من حرفی خوش نزده بودم، میدونی؟ مثلا این نظر امیتتا زبا بیلیالیش و اونجا طرفدار بیلیالیش بیشتر من فوش دانم، خوب دردی که مثلا باید به امیتتا فوش میادم به من فوش دانم، و واقعا شده واسم اتفاق پیش گفته مثلا من ویدیوش دوست کنم، مثلا من این رسانم میدونی، یعنی مثلا دارم به طرفدار بیلیش میگم یه همچین اتفاقی افتاده، تصدیم همچین حرفی زده داخل انگش، بعد ببینم مثلا گفتم الان ساب میگیرم، رفتیم بیشتر فوش گرفتم تو اون ویدیو. حتی با اینکه خیلی واسم ویو گیر شد، الان 2000 و نزدیک 2100 تا ویو گرفته و خیلی زیاده. و اون اولین ویدیو پرویزم دوستو خکیودی پاکیه بکنم نزدیک 2800 تا ویو گرفته و خیلی نزدیک به 3,000 شده و لایکاش هم نزدیک 50 تا. آخرین بار من کم 42 تا لایک برده بود و فکر کنم 16 تا دیسلایک، حتی مهم نیست. اما خب اون بدترین ویدئویی که از نظر مردم داشتم هم در آمد آبرنس چقدر، با این که 1,000 و تقریبا 300 تا ویو گرفت، خب از اون ویدئو 36 تا دیسلایک گرفتم، میدونی چی میگم؟ 36 تا دیسلایک، یعنی پاره شدم، یعنی چه انقدر دیسلایک گرفتم و فکر کنم 16 تا لایک، یعنی و بعد رفتم نگاه ویدیو کم، گفتم شاید به کسی فوشی دادم یا به عابد ناصری تو اینی کم دیم، نه حرفی بزنم نه چیزی، اما خب کیفیت ویدیو کم پایین بود و مشکل این بود. اما خب برای همین رفتم پارت 2 درآمد عابد ناصری چقدر درست کردم، اما با کیفیت خیلی بهتر، یعنی درآمد آبرنوسی دقیق نوشته بود و کیفیتش هم خیلی بهتر کردم، واسه همین خب فکر کنم دیگه این کمتر فوش رو بگیرم. و مثلا اینکه از اون ویدئوام بود دوست دختر آبرنوسی کیه و پیج اینستاگرامش هم گیر آوردم. برای اولین بار تو یوتیوب فارسی من این کارو کردم، قبل من
هیچ کس نبود فکر کنم، اما خب این کار انجام دادم، از دیگه 600-700 تا ویو گرفت. بعد جالب اینه 16 تا دیسلایک گرفت 2 تا لایک. آخه مثلا چرا اینقدر به من دیسلایک میدید؟ من نمیدونم مثلا. آخه خب عابد ناصری خودش آقا داخل ویدیوش این دختر رو میاره میگه دوست دختر همه، خودش میگه. بعد من دارم پیج اینستاگرامش رو بهتون نشون میدم، بعد انقدر فوش گرفتم، حتی فوش که نه فقط دیسلایک، و دیسلایک هم منو فوشه و مثلا از اون ویدیو فکر نکنم شاید چیز زیادی ساب گرفته باشم، چون نمیدونم چرا با اینکه ویدیو خوبی بود دیز دروغی هم نگفتم انقدر دیسلایک گرفتم. پس اگه میخواد تو یوتیوب معروف شی یادتون باشه باید خیلی پاره بشی، چون کار سختیه، انقدر فوش میگیری تو نمیم دیسلایک و از این چیزا. هم خب آخر سر به اون چیزی که میخواد میرسید. مثلا من نگاه پستو اول آریا میکردم دیدم چقدر اون موقع کامنت اد میگرفت، اما خب الان کجا و هیتراش کجا؟ خیلی بهم امید داد وقتی نگاهش کردم. و اینکه باید چه دمتون گرم که دارت تماشا کردم، گفتم بهتون باشه حتما و حتما دکمه سابسکرایب بزن، یه کامنت خفن واسم بذارید، یادتون باشه اینستاگرامم فالو کنین. خدا نگهدار بچه‌ها.